وقتی که از پیامبر میپرسیدن حالت چطوره، میفرمود الحمدلله علی کل حال، در هر شرایطی سپاس خدا. بیشترین حالتی که خدا در قرآن برای انسان ذکر کرده حالت ناسپاسیه. بیشترین گله‌مندی خدا از انسانها از ناسپاسیشون بوده. آغاز بدبختی انسان از اینجاست که آدم حالش بد میشه. به شدت هم خدا نسبت به حال آدم ها حساسه. تو چرا حالت بده؟ اصلا کسی حالش بد باشه انگار اعلام کفر کرده. خدا هستا میخواد به همه بگی خدا نیست. اگه نمیخوای بگی خدا نیست پس چرا حالت بده؟ گناه هم که انسان انجام میده مال حال بده. گناه رو انجام میده تا حال خودش رو خوب کنه. اصلا چرا حالت بد شده بود؟ خدا خیلی سرنوشت انسانها رو بر اساس حال انسانها تعیین میکنه و تغییر میده و تقدیر میکنه. یک کسی حالش خوبه، خدا اوضاع خوب براش مرتب میکنه. حالش بده، خدا اوضاعش رو خراب میکنه. هر کی حالش بد بود، پر انرژی با نشاط نبود، بگه ناسپاس شدم. جالب اینه شیطان هر کسی رو به گناه وادار میکنه بعد حالش رو بد میکنه. حال هیچ کسی رو با گناه خوب نمیکنه، وادارش میکنه به گناه، بعد میاد میگه اه تو هم که آدم نمیشی که، چی فکر کردی؟ به این سادگی خدا تو رو میبخشه؟ گند زدی رفت، حال آدم بد میشه. در حالی که خدا میفرماید همین الان استغفار کن، من میبخشم، حالت بد نشه ها. در حالی که خدا میفرماید همین الان استغفار کن، من میبخشم، حالت بد نشه ها. شیطان اصلا میخواد ما حالمون بد باشه، نه کارمون بد باشه. حتی شیطان میگه تو کارتو خوب انجام بده جهنم، ولی حالت بد باشه. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن رفت اون بالا، بالای آتیش، بالای منجنیق، جبرئیل امین اومد حالت چطوره؟ کمکت کنم؟ حالا من به تعبیر خودم دارم میگم، حالت چطوره؟ کمکت کنم؟ گفت حالم خوبه، نیاز به کمکتو ندارم. باور کن اگه حالش بد شده بود با اون آتیش میسوخت. چرا آتیش نسوزوند؟ اون همه آتیش، چون حالش خوب بود. حالش بد میشد سوخته بود. از اون عارف پرسیدن شما چی شد؟ حکمت بر زبانت جاری شد، نخونده ملا شدی، چی کار کردی؟ ایشون میفرماید من رفتم مکه، پسر بزرگم رو خیلی بهش علاقه داشتم، برگشتم بهم خبر دادم پسرت از دنیا رفت، اومد حالم بد بشه. یه دفعه خودم رو کنترل کردم، گفتم خدای تو خواستی من راضیم، حالم بد نشد. از فردا چشمه های حکمت از قلبم بر زبانم جاری شد. جایزه این که حالش بد نشد. وقتی که از پیامبر میپرسیدن حالت چطوره، میفرمود الحمدلله علی کل حال، در هر شرایطی سپاس خدا، در هر شرایطی ممنون خدا هستیم. حالا من دعا میکنم خدایا ما رو در هر شرایطی شاکر و سپاسگزار قرار بده و حالمون رو خوب کن.